این مفکوره در واقع مفکوره انحراف افکار عمومی بیشتر در هنگام جنگ و به خصوص بعد از جنگ های جهانی اول و دوم بیشتر بروز کرد چطور مردم رو قانع کردن برای جنگ چطور کشورها رو گول زدن تا در یک اتحادیه با شما همراه بشن برای جنگ جنگ و خونریزی و جنگ یعنی چی؟ یعنی دربدری یعنی ویرانی یعنی جنگ برای هیچ کسی مگر با برای تاجران جنگ هیچ فایده ای نداره فقط اونهایی که اسلحه فروشند و حکمران هایی که کرسیشون و پادشاهیشون مدیون وجود یک آتش جنگ و خونریزی است اونها فقط استفاده میکنن اما عموم بشر و عموم جامعه که با هم میجنگند هیچ فایده ای نمیبرند اونی که میکشه هم نمیدونه چرا میکشه و اونی که کشته میشه نمیدونه چرا کشته شد خب اینها برای ساختن همچنین آتش هایی نیاز هست که جامعه رو به افکار عمومی رو منحرف کنیم که دو تا کشور همسایه مثل ایران و عراق هشت سال آزگار با هم جنگیدن میلیون ها انسان کشته شد دهها و صدها شهر و روستا ویران شد خسارت ها میلیارد ها میلیارد هاست که امروز نتونسته کسی اینها رو جبران کنه خانواده ها در بدر شدن انسان ها کشته شدن خانواده ها بچه ها یتیم شدن مادرها بیوه شدن و خیلی بچه و کوچک و بزرگ و هیچ چیز جنگ نمیشناسه آتیش هست که از در و دیوار میباره هشت سال آزگار جنگ و بدبختی و ویرانی دو ملت به هم افتادن و هیچ کسی هم نمیدونه که چرا میکشه و یا چرا کشته میشه خب، این برای شعله بر نگه داشتن این آتش این خدایان آتش افروز و این افرادی که ادعای خدایی میکردند و جامعه دو تا جامعه بشری رو دو کشور همسایه رو به بردگی گرفته بودند این فرعون ها چطور تونستند عقل های جامعه رو هشت سال گول بزنند و به میدان معرکه بیارند هر یکی از اینها ادعا میکرد هر یکی از این تاغوت های بزرگ و سیستم های تاغوتی چه در ایران و چه در عراق ادعای این رو داشتند که آقا جنگ بر ما تحمیل شده ما باید از وطن دفاع کنیم حالا وطن رو وقتی هم که میبینیم دیدیم که وطنی وجود نداشت اون چیزی که ازش دفاع میکردن در واقع همون خانواده هایی بودن که دو طرف جنگ از این جنگ لذت می و کسی از اینها نه بچه هاشون نه خانواده هاشون کسی تو جنگ کشته نشد و بچه های اینها در اروپا بودند و اینها بودند که بازار اسلحه رو گرم داشتند و ازش استفاده می و برای خودشون عش اش و اشرت می و امروز برق گوشه ای از اون لو رفته قضیه آغازاده ها و اختلاسات نجومی و فلان اینها اینها تنها کسایی بودند که از این جنگ استفاده می کردن. اما چطور تونستن با سحر زبانشون و با رسانه که در اختیار داشتن افکار عمومی رو منحرف کنند این شعبده بازان تا به امروز هنوز ماجراشون پایان نیافته شما می بینید که الان اموال ملت به غارت برده میشه که چی که نمیدونم در نیجریه نیجریه اون آخر آفریقا در اونجا نمیدونم ما سرباز گمنام امام زمان داریم حالا امام زمان توی نیجریا تو اون قهر آفریقا سیاه چی... چی, کارش اونجا افتاده که برای خودش سرباز از حساب ما از جیب خلیفه میبخشه و برای خودش آه سرباز آه تربیت میکنه نمیدونم که امام زمانه چه چیزی به سرش خورده و به اینجا رسیده یا میبینید که آقا سرباز ها یعنی بی... حلی... آه... کاروان کاروان جسد هست که از سوریه برای ما فرستاده میشه بچه های ما رفتن سوریه کشته شدن آقا چه مرگتون بود رفتید سوریه میگه ما رفتیم از اونجا از سید زینب دفاع کنیم حالا این سید زینب کی هست اونجا چی کار میکرد آقا چی سید زینب چیکارش کارش کردید این سید زینب با خودتون آوردیش نه آقا یه قبری بود خب این قبره چه میشد بین کی اونجا ثبت شده بود خب اینو که تو بغل سوریه ها بود اگر میخواستن خرابش کنن سالهای سال خرابش کرده بودن الان یادشون اومد که باید خرابش بکنن و تازه خوب خرابش کردن دوباره بهترش رو درست میکنیم مگه هر روز ما طلا و جواهرات و ملتمون رو نمیگیریم و کربلا و نجف و آباد نمیکنیم کنیم براشون گنبد و نمی امامزاده نمیسازیم خب اونجا هم یک روی یکی یکی روی هزار چی میشد اما نه این افکار عمومی رو چطور منحرف کردن که بچه رو از آغوش پدر و مادرش بیرون آوردن و بردن در اون ور آبها کیلومترها راه در یمن در سوریه در عراق در نیجری اونجا به کشتن دادن اینها همه اون شعبده هست که این جور میتونه با سخن جامعه رو منحرف کنه و جامعه رو به یک سوی بکشه که در اون نه که چه کار میکنه